بریم سراغ ایمیل بعدی. ایشون نوشتن که من پسری 35 ساله هستم، به مشکلی برخوردم که امیدوارم شما بتونید راهنماییم کنید. من از بچگی به دلیل اعتیاد پدر نتونستم هیچ کدوم از مراحل زندگیمو خودم انتخاب کنم. همیشه مجبور بودم شرایط تحمیل شده رو بپذیرم و به خاطر اینکه آرامش داشته باشم به تنهایی و موزیک پناه بردم. سالها این کار رو انجام دادم. تو دوران نوجوانی بودن کسانی که بهشون علاقه داشتم، ولی به دلیل شرایط خانواده و شرایط بد مالی به خودم اجازه ندادم که پا پیش بذارم و به تنهایی خودم پناه بردم و همیشه نقاشی و موزیک بیشتر از همه چیز خوشحالم میکرد. 5 سال پیش با دختری دوست شدم، اجتماعی و خوب. بعد از 2 سال رابطه نزدیکتری پیدا کردیم و در طول 3 سال گذشته عشقش رو به هم ثابت کرده. دختر کاری و فعالی من رو بسیار دوست داره. تو همه چی تشویقم کرده برای اینکه دچار افسردگی نشم و با اینکه شرایط مالی خوبی ندارم، دانشگاه اسم نوشتم و مشغول تحصیلی شدم، ولی روز به روز بی‌رمق‌تر و بی‌حال‌تر میشم. حوصله هیچ چیزی رو ندارم. تو 35 سالگی تازه دارم درس میخونم. دلم میخواد که برای زندگیم تلاش کنم ولی حال خوبی ندارم. الان این خانم ازم خواسته بعد از 5 سال رابطه تصمیم بگیرم که آیا میخوام باش ازدواج کنم یا نه، و من در این مورد نمیتونم تصمیم بگیرم. دوستش دارم و اون هم منو خیلی دوست داره، به علاقم احترام میذاره. میدونم اگه باهاش باشم شرایط کاری بهتری دارم، از تنش خانواده دور میشم، شرایط مالیم بهتر میشه، ولی میترسم چون هیچ شور و شوقی برای ازدواج ندارم. به هم پیشنهاد داد که بریم مشاور. مشاور اعتقاد داشت که این بی انگیزگی به دلیل شرایط مالی بدیه که با هم داریم و این که اگر که با هم باشیم شرایط بهتری رو برام ایجاد میشه. به هم گفتن که دچار تعارض هستم وقتی برام تعیین کردن که تصمیم بگیرم، ولی من نمیتونم. وقتی رو برام تعیین کردن که تصمیم بگیرم ولی من نمیتونم. حس میکنم که با تنهایی خودم خوشحالتر بودم قبلا. به نظرم دوستانم ذوق بیشتری توی رابطه هاشون دارن و من هیچ چیزی دیگر آنقدر خوشحالم نمیکنه. سال به سال بدتر میشم. از لحاظ مالی هم آنقدر پول ندارم که تمام عمرم تنها زندگی کنم و اینکه هر سال بی‌انگیزه تر میشم و انتخاب سخت‌تر میشه. این مسئله منو میترسونه و هم میترسم که تعهد بدم و حس خوبی نداشته باشم به اون دختر، و بعدش هم اینکه به این ترتیب باعث بشم که به این دختر ضربه بزنم، چون اون دلش میخواد که با هم کار کنیم، زندگی رو بسازیم و جز محبت از هم انتظار دیگه این نداره. میگه دوتایی میتونیم. امروز با هم تصمیم گرفتیم به شما ایمیل بدیم، شاید راهی برام بذارید که بتونم تصمیم بگیرم. ممنون میشم کمکم کنید. آقای برمان، قسمت اول من یه لحظه حواسم پرت شد. اولش از خودشون چی گفته بودن؟ نوشتن که 35 ساله هستند و از بچگی به دلیل اعتیاد پدرشون نتونستند هیچ کدوم از مراحل زندگی خودشون انتخاب کنند. همیشه مجبور بودن شرایط تحمیل شده رو بپذیرن و به خاطر اینکه آرامش داشته باشن به تنهایی و موزیک پناه بردن. ولی نگفتن چند تا خواهر برادر دارن و چیکارن؟ نه در تو با خواهر برادرش چی ننوشتن، ولی نوشتن که در حال حاضر دانشگاه درس میخونند. رشته شون ننوشتن. اوکی. دیر درس شروع کردن. بله درست. به نظر میاد که این عزیز شدیداً افسردگی داره. من بذاریم روی سخنم با خودشون باشه. من فکر میکنم که از همون کودکی دچار افسردگی شدین و اعتیاد پدر ضربه خیلی بزرگی به روح و روان شما زد. خیلی و امکان اصلا داره که یکی از دلایلی که پدرم معتاد شد مسئله افسردگی خود پدر بود. یعنی امکان ژنتیکی و یا ارثی این قضیه برای شما هستش، چون از همون کودکی شما عزلت گزیختی و رفتی توی شل و یا لاک خودت و با دنیای نقاشی خودت و دنیای کودک ترسیده خودت در شلت هم بستی و تو دنیای خودت زندگی کردی.
و از مراحل رشد شخصیتی و اجتماعی به دور بودی و هستی. به نظر میاد که شخصیت اجتماعی نه اجتماعی هم نیستی، چون معمولا انسانی که عزلت گزینه و میره سراغ اون دنیای منزوی خودش، دنیای اجتماعی رو دوست نداره. و چون تو از کودکی اخت پیدا کردی به این لاک و شل خودت، اون هنر اجتماعی بودن هم متاسفانه از دست دادی عزیزم، و اون انگیزه شاد و خوشحالی که یک کودک باید داشته باشه رو شما از همون کودکی نداشتی، بعد نوجوان شدی نداشتی، توی دوره 20 تا 30 سال نداشتی و هنوزم نداری. و خوشبختانه یه جهت توی رابطه 5 ساله قرار گرفتی، برای اینکه خیلی وقتا خیلی توی این مرحله که وارد میشن نمیتونن حتی توی هیچ رابطه ای برن، ولی تو 5 سال توی این رابطه موندی، شاید به دلیل ادامه این رابطه دوست دخترت باشه، برای اینکه به نظر میاد که شما رو خیلی دوست داره، حالا چرا نمیدونم، و چون یه آدم بورینگ کسل آوری شدی، سالها خودت هم از خودت حوصله‌ات سر میره، و چرا این دختر تو رو انقدر دوست داره و چرا انقدر داره کوشش میکنه و ثابت کرده که دوستت داره و میخواد باهات ازدواج بکنه و فکر میکنه که اگر ازدواج بکنین دوتاییتون با هم زندگی بهتری ممکنه داشته باشین، یه خورده سخت و بعیده به نظر من، برای اینکه شما سالهاست افسردگی داری و یه افسردگی مزمن گرفتی، و اگر برات امکان داره عزیزم یه روانپزشک برو، یه اسسس شما رو بکنه، بعد اگر احتیاج که من فکر میکنم احتیاج به دارودرمانی سالهای سالی که شما دارین، اگر پزشک متخصصتونم صلاح دید شما زیر دارودرمانی برین، و در کنار دارودرمانی شما باید روان درمانی هفتگی بکنید قبل از اینی که اصلا تصمیم به ازدواج کردن یا نکردن داشته باشید، برای اینکه کالای ازدواج نیستی عزیزم، کالای پدری هم نیستی. شما الان کودک درون خودت هنوز بسیار خسته و بزرگ نشده، و این عزیز پنج رابطه 5 ساله و این خانومی که زندگی شما چی جوری مادر دوم شماست، گرفرند یا دوست دختر شما به حس نمی کنم هست، چون همش میخواد از شما مراقبت بکنه، همش حواسش به روح و روان شماست و همش کوشش میکنه که شما رو راضی نگه داره. شاید یکی از دلایلی که شما رو دوست داره به خاطر همین آروم بودنت و اینی که با دخترای دیگه کاری نداری و آدم کلاشی نیستی یا زنواره نیستی، این یکی از خصوصیاتته که برای اون جذاب شده. ولی خبر بد اینه که این خصوصیات یه افسرده است، یه آدم افسرده حوصله نداره با کسی در ارتباط باشه، و این عزیزم ایشونه که تو رابطه با تو مونده. اگر ایشون رفته بود تو فکر نمی کنم خیلی تلاش میکردی برش گردونی. پس نباید خود فریبی بکنیم و یه سری از علائم رو بذاریم با خوشبینی نگاه کنیم. بهترین کار به نظر من اینه که تو حتما مراجعه بکن به روان پزشک، و اگر ایشون خودشون تراپی میکنن حتما با خودشون، و اگر تخصصشون تراپی نیست شما رو بفرستن در پلوی یه متخصص ماهرتر، برای اینکه اون مشاوره تو همون مشاوره تو همون جلسه با حرمت اون عزیزی که شما رفتین باشون مشاوره داشتین، اصلا معنیش این نیستش که نمیگم کارشون درست نبوده، ولی اصولا یک انسان حرفه‌ای خیلی سریع تو 10 دقیقه اول معمولا باید متوجه خیلی از ضعف‌ها و بیماری‌های مراجعش بشه. احتیاج اصلا حتی به 1 ساعت هم نداره، همون 10-15 دقیقه اول بادی لنگویج یا زبان بدن، طرز صحبت کردن، نگاه و سوال‌های بسیار مهمی که از طرف خود انسان حرفه‌ای میشه کاملا جواب میتونن بگیرن و تشخیص بدن بیماری رو، و شما ندیده گرفته شدی در مورد افسردگی. میگم شاید من اشتباه دارم میکنم، من اصلا نمیگم حتما حرف من درسته، ولی طبق این ایمیلی که شما برای ما نوشتید
من بوی افسردگی مزمن تو لابلای تک تک کلماتت و حروفت دیدم و اگر امکانش هست که باید برات امکانش باشه عزیزم، برای اینکه واقعا از درس و ازدواج و همه چی برات واجب تره، هر چه زودتر تو هزینه کن و این مسئله و این معضل 34-5 ساله خودت رو حل کن، برای اینکه من میفهمم تو چی میگی. هیچی به تو لذت نمیده، هیچ انگیزهی به تو نمیده، روزت شبه، شبت روزه، برای تو خیلی فرق نمیکنه. خنده های قهقه های دیگران برای تو کاملا میتونه بیمعنی باشه. رنگ ها، خوشحالم که نقاشی میکنی، ولی دوباره خود اون نقاشی هم پارتی از اون افسردگی تو و پناه تو به افسردگی تو. من اون سعی میکنم برای این بذاری که میشنویم. هرچی کوشش کنی زودتر عزیزم به متخصص مراجعه کنی، کارو بهتر کردی و زندگی تو نجات دادی و تکلیف این دخترم باید روشن بشه. اگر که شما تو مرحله درمانی، دارو درمانی و روان درمانی شما بهتر شدین، این خبر خوبه، چون کم کم رنگ برمیگرده به زندگی، احساس و هیجان بیشتر میشه، چون کیمیکال مغز اجازه نمیده به انسان افسرده که رنگهای زندگی و خوشیهای زندگیشو ببینه. ولی دارو درمانی کمک میکنه و شما ممکنه که خیلی بهت کمک بشه و ببینی اگر این دختر، این بانو زن آینده خوبی برای تو هست و یا شوهر خوبی برای او هستی، چه بهتر که همدیگر رو از دست ندین. در غیر اون صورت بهتره که ازدواج اصلا فعلا نکنی، برای اینکه بعدا شدیدن هر دو پشیمون بشی.